درود و وقتتان بخیر بینندگان عزیز، به یک برنامه ویژه دیگر از چینل تاپ سیکرت خوش آمدید. به دنبال انتقادات تند شماری از شهروندان کشور از لباس پوشیدن آریانا سعید و در تازه ترین گفته هایش به این موضوع واکنش نشان داده است. به تازگی بانو نغمه از دیگر هنرمندان مشهور و معروف کشور نیز به صورت ضمنی از آریانا سعید انتقاد کرده و گفته است که دختران و زنان افغان باید شرم و حیایشان را حفظ کنند و لباس های مناسب و درست بپوشند. زن که هر چقدر با حیا باشه از ما خواله دغه اصول دی خوخی. این گفته ها اما برای آریانا سعید ناخوشاینده تمام شده و وی واکنش های تند از خود نشان داده است. اگر می خواهید تا واکنش این هنرمند مشهور زن افغان را در این مورد بدانید، پس تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. اما قبل از آن و جهت حمایت از ما، لطفاً ویدیو را لایک نموده و اگر تازه به چینل ما پیوسته اید آن را سابسکرایب کنید. آریانا سعید از هنرمندان مشهور ولی به شدت پرحاشیه افغانستان است. وی همکنون در لندن پایتخت انگلستان زندگی می کند و به صورت شبانه روزی در بخش های موسیقی و اخیراً دفاع از حقوق زنان فعالیت می کند. ما همچنان بسیار خوشحال هستیم که شما را داریم، واقعا افتخار بخشیدین. ما سوال اول خود می خواهیم از بانو بارگزای بپرسم. نزدیکان آریانا می گوید که وی از کودکی یک انسان متفاوت بود و همکنون نیز این عادت را حفظ کرده است. همت کن با خود و با ما وطندا، یا هو یا الله وطندا. در دوره جمهوریت نیز آریانا سعید هنرمند متفاوت و پرحاشیه بود و به گفته برخی ها با کارها و فعالیتهایش اذهان و باورهای ملاها را قلقلک می داد و آنها بارها سخنان تند را بر علیه وی بیان کرده و همکنون نیز با وی مخالفند. آلی همون بیزنس روان است، همون کانسرت است، همون تیکت است، فروخته هم میره. چهار پنج دانه ملا را شانده بودن و ملاها اصلا از طریق تلویزیون آفیشلی گفتن که هر کسی که سر آریانا را بیاره او بهشت میره. همون گونه که می دانید اخیراً آریانا سعید کنسرت را در کشورهای استرالیا و نیوزلند دایر کرد که با استقبال گسترده مردم روبرو شد. آریانا در آنجا هم به حاشیه‌سازی دست زد و در جریان برنامه بخشی از لباسهایش را درآورد که این موضوع جنجالهای تازه و بگومگوهای جدیدی را خلق کرد. عده از این کار وی به تندی انتقاد کرد و عده هم گفتند که این کارها برای هنرمندان و آن هم در کشورهای خارج یک امر عادی است و نباید این همه داد و بیداد براه انداخته شود. شخصا خودم علاقمند صدای آریانا سعید هستم، علاوه بر اینکه آریانا سعید یک هنرمند خیلی خوش صدا، خوش لقا و خوش سیماست، یک بانوی مبارز است و الگویی است برای تمام بانوان افغانستان. اگر هزاره بذر می بود کشتش می کردم تا جهان را فرا گیرد. این را می دانم که روی این زمین آن دل پاک تو سهم من است. به تازگی و در روزهای اخیر بانو نغمه یکی دیگر از معروفترین چهره های هنری زن افغان مصاحبه تازه را انجام داده و چند تا آهنگ تازه هم خوانده است که با استقبال گسترده هوادارانش روبرو شده است. نه در زمان برازه ما خونه نو پیجنده، کاش که نمی وایش نه بی وفای بی وفا. بانو نغمه در بخشی از گفته هایش خطاب به زنان و دختران افغان گفته است که مناسب است تا لباس های افغانی را بپوشند و شرم و حیایشان را حفظ کنند. وی افزوده است که به همین دلیل است که خودش از ابتدای آوازخوانی تا کنون تلاش می کند تا لباس های مناسب بپوشد و از برهنگی اجتناب نماید.
فرهنگ و کلتوری وطن تا فراموش نکنی، واسه که به خانم ها میزه با... بانو نغمه علاوه کرده است که رنگ مورد دلخواه من رنگ سیاست، ولی در ایام خوشی و عید لباس های رنگی می پوشد. هرچند بانو نغمه از آریانا سعید نام نبرده، اما ادهی می گویند که این گفته های وی اشاره به لباس پوشیدن آریانا سعید و برهنه کردن وی در حضور هزاران تماشاچی دارد. بعد دنبال این گفته ها آریانا سعید واکنش از خود نشان داده و در متن کوتاه پاسخ داده است. آریانا سعید گفته است که ساده ترین کار در دنیا این است که خودت باشی و مطابق میل و اراده خودت زندگی کنی. وی افزوده است که سخت ترین کار دنیا هم این است که خودت را مطابق خواست دیگران بسازی و این امر عملا ناممکن است. آریانا سعید علاوه کرده است که نباید اجازه دهی تا دیگران تو را در چنین موقعیت قرار دهند. آریانا می گوید که سرزنش مخالفان برایش اهمیتی ندارد و وی همچنان در مسیر به پیش خواهد رفت. ریزگاکا میدگاکا خورتراکا. به گفته آریانا سعید، جامعه ما باید به مرحله برسد که هر کس در چارچوب یک قانون عقلانی هر چه دلش خواست بپوشد و هر کاری که خواست انجام دهد. وی افزوده است که به همین جهت او همیشه در تلاش است و می کوشد تا زمینه برابری زن و مرد را در تمامی بخش‌ها فراهم کند. بانو نغمه نیز گفته است که زنان افغان باید مقاومت کنند و از حقوقشان دفاع نمایند. وی افزوده است که وضعیت زنان افغان در جهان بی سابقه و بی نظیر است و در این وضع زنان هیچ کشوری در جهان قرار ندارند. که خانمای ما خودشان همت کنن، جرات کنن، غیر از او این مردا خو با ما حقوق نمیتن. خدا قسم است نمیتنه، همه تو بازور و بازو است پیشش بگی. نغمه گفته است که زنان باید مبارزه کنند و حقوقشان را با زور به دست آورند. بانو نغمه بارها از مقامات طالبان خواست است تا دروازه های مکاتب را باز کنند و به دختران اجازه دهند تا کار کنند، درس بخوانند و آینده خود را با دستان خود بسازند. طالبان اما میگویند که شماری از مقامات آنان با تحصیل زنان و دختران موافقند، ولی عده‌ای هم ملاحظه دارند. اخیراً ویدیوی یکی از ملاهای دیوبندی منتشر شده و به شدت حاشیه‌ساز شده است. این ملا میگوید که حتی آموزش و تعلیم زنان در خانه هم ممنوع است و زنان باید مطلقاً بی‌سواد باشند. وی در مورد دلیل این موضوع میگوید که دلیل این امر آن است که امروز زمان فتنه است و اگر زنان و دختران خواندن و نوشتن را یاد بگیرند، می توانند برای معشوق خود پیام بفرستند، خط بنویسند و در نتیجه زمینه فساد پیدا می شود. بنابراین به گفته وی نباید دختران درس بخوانند و هرگز باسواد نشوند. حضرات و زنان دفار در خط زکول دا کتابات و دې ته خط ورسول نو دغه د زنانې په هغه تاریخ کې منع کړی وای. دوستان عزیز، با پایان برنامه کنونی رسیدیم. شما هم دیدگاه ها و نظراتتان را حتما کامنت کنید و با ما و بینندگان ما در میان بگذارید. تا برنامه های بعدی، الله نگهدار.